سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. من دارم خورشت کدو قوره درست میکنم که خورشت مورد علاقه خودمه. مشتبه خیلی دوست دارم، من واقعا عاشق این غذا هستم، خیلی دوستش دارم و دارم مولتی‌تاسکینگ میکنم دیگه. همینطوری گفتم بیام با شما صحبت کنم. موهام رو رفتم کوتاه کردم دوباره، خیلی زود بلند میشه موهام، اعصابم خرد کرده بود، اصلا دوباره کوتاهش کردم. و بچه آرشگاه که رفته بودم، بچه ها چیزی که هم جالب بود این بود که یه خانومی اونجا اومده بود با سگش، اومده بود یه سگ کوچولی خوشگل داشت، با خودش آورده بود سگش رو، بعد خیلی احساس قشنگی داشت. وقتی یه نفر با پتش میاد آرشگاه، خیلی حس خوبی به محیط اطراف میده. بچه من کدوامو این شکلی سرخ میکنم، اینجوری تو غذا کلا بیشتر دوستش دارم، بنظرم خوشگل تره توی خورشت. و کلی هم قوره میریزم چون ما خیلی ترشی دوست داریم و میخوام سالادم درست کنم و خلاص یه عالمه کاره. دیشب رفتیم یه رستورانی توی بغداد جاده سی. بغداد جاده سی بذاریم بهتون بگم چه جور جاییه اگر استانبول رو نمیشناسید. یه خیابونیه که پیاده روهای خیلی بزرگ داره، پیاده روهاش پهنن و وقتی پیاده روها پهنن کلن انگار به آدم این پیامو میدن به مردم شهر که بیا در من قدم بزن، خاطر همین اصلا یه محلی برای قدم زدنه. و خیابون لوکسی هم هست، پر از مغازه های لوکس و پر از رستوران و کافه. خلاصه شبای تعطیل مخصوصا شنبه ها و یک شنبه ها خیلی شلوغه. الان ساعت 11:10 است. میتونشون بدم که زنده بودن این خیابون در جهت ایجینم. اینو ببین رستوران ها و کافه ها همه بازن، تقریبا شلوغه. دیدید دیگه اون وضعیتش بود به اون شکل. و معمولا هم شبای شنبه و یک شنبه و جمعه شب و شنبه شب بیشتر از همه این گشتای پلیسا خیلی زیاده تو خیابونا، به خاطر اینکه آدما معمولا مست میکنن و خب پلیسا میخوان حواسشون باشه که کسی مست رانندگی نکنه، به خاطر همین چیز داریم، گشت بسیج داریم. ولی خب لازمه، از این گشتا زیاد داریم تو خیابون. و اتفاقا جمعه شب که داشتیم برمیگشتیم خونه، ساعت هم 1:30 شب بود، تو تونل واسطاده بودن پلیسا، تو تونل مثلا ماشینا رو نگه میداشتن، بعد ما هم نگه داشتن، خواستم ببینم مستیم یا نه. بعد با نمک بود نوع رفتارشون، پلیسا اومد جلو و اینجوری تکه داد به پنجره، میخواست نزدیک بشه که نفس مشتاق رو متوجه بشه. خیلی صمیمانه اینجوری تکه داد و گفتش که مثلا به ترکی دیگه، گفت نسازنه چطورید، مثلا چه خبر، چی کار میکنید، مثلا یه کمی صحبت کرد که مشتاق جوابشو بده. بعد خودش پرسید، گفت الکل که نخوردید؟ بعد گفتیم نه. گفت نخوردید دیگه؟ بعد گفتیم نه. گفت خب برید. خلاصه ماشینا رو یکی یکی نگه می‌داشتن و هی میپرسیدن ازشون، رو چک میکردن، اگه شک میکردن مثلا طرف رو اونجا تست میکردن و خب جریمه میکردن دیگه. کلا شنبه ها و یک شنبه ها، جمعه شبا و شنبه ها مخصوصا و یک شنبه صبح و ظهر خیلی خیلی استانبول شلوغه. اصلا به صورت کلی بخوام بهتون بگم، توی این 2.5 سال که ما اینجا هستیم با توجه به شناختی که پیدا کردن، آدمای استانبول خیلی آدمای اهل تفریحین. کلن همیشه دوست دارم، آخ باز دوباره من این کاری کردم بچه ها، ببینین الان بهتون میگم چه کردم. قابلمه میذارم روی یکی از شعله ها ولی اون یکی شعله رو روشن میکنم. این دفعه چندومه داره این اتفاق میفته، یه هم میبینم از اون شعله داره دود بلند میشه. آقا خیلی اهل گشت و گذارن کلن، یعنی مثلا میدونم که قرنطینه‌ای که شده بود اینجا، خب اینجا 3 ماه قرنطینه کلی دم در خونه بود دیگه، هیچکی حق نداشت خونه خارج شه. حتی میدونم که خیلی فشار بود براشون، داشتن دیوونه میشدن، به خاطر اینکه همش توی استانبول تا
تا هر ساعتی که کار کنن بعدش حتما لب دریاشونو باید برن، قدمشونو بزنن، درینکشونو بخورن، یه کلابی برن، یه باری برن، یه رستورانی برن. معمولا اصلا رد میشی از توی شهر کلن کافه ها و رستوران ها شلوغن، غیر از این که حالا شهر هم توریستی و پر از توریسته، ولی خود مردم هم خیلی به این تفریحات علاقه مندن و بهش اهمیت میدن. دیشب رفتیم این یه رستورانی و من یه غذایی سفارش دادم بچه ها به نام دیندیلی بونفیله، فکر کنم اسمش این بود. خیلی خوشمزه بود بچه ها. من بهتون بگم چطوری درست میشه، خودتون هم میتونید درست کنید، شاید من خودم یه بار درستش کنم. خیلی خیلی خوشگل. بازه اول بهتون نشون بدم چه شکلیه. شما یه غذا نگرفتیم؟ نه این چی بود گرفتی؟ این چیزه سالاد ماهی، سالاد دریایی. آها اینم فلافل بول، کاسه فلافل. این غذای من، غذای من خیلی سیک. غذاش دست خورد. اسم اینم استیک فیلت ویت اکلاف. اینم غذایش عالی. همونطوری که دیدید کفشو، کف اون چیزا غذا رو یه مایه درست میکنن که با ماست و بادمجونه، ماست و بادمجون و سیر و یه سری ادویه بادمجون سرخ شده اونو میذارن کف و بادمجونش یه جوره له دیگه توشه، انگار مزش شبیه برانی ماست. نه برانی همینه دیگه، اگه اشتباه میکنم بهم بگید. بعد روشو، طبقه دومشو گوشت میذارن، گوشتای تیکه شده، تیکه ای که خوب سرخ شده و تو ادویه خوابونده شده و خلاصه خیلی خوشمزه است. روش میچینن، بعد روشو از اون سیب زمینی کبریتی که الان دیدید تو ویدیو خیلی خیلی نازکه، نمیدونم رنده میکنن یا مثلا با دستگاه اونطوریش میکنن. بعد امتحان کنم خودم. اون سیب زمینی ها میریزن روش و توی این غذایی که من دیشب گرفتم اون تهش وقتی رسیدم بهش لوبیا قرمز هم داشت، خیلی عجیب بود. لوبیا هم داشت و خوشمزه هم بود. واسه غذای بسیار خوشمزه ای بود و خیلی خوشگله، یعنی واسه مهمونی ها به نظرم یه چیز جدید و جالبه، امتحانش کنید. سلام بر صدای زیبای سرخ شدن کدوها. میگیرم. دیشب اسکار بوده، من تماشا نکردم زنده، حالا بعدا میام میبینم. حقیقتش من بهتون بگم اینقدر برام جذابیت نداره این وقت، ولی بعدا خبراشو خوب دنبال میکنم، اون گزیده هاشو. و اتفاق عجیبی که دیشب افتاده که قطعا همتون همین خبر دارید از من، از یه ویل اسمیته دیدید دیگه حتما، که مجری با خانم شوخی کرد و حالا هر چقدر شوخی سرش باشه مثلا راجبه ظاهر خانومش یه چیزی که خانومش بیماری آلوپسی داره که تمام موهای بدنش رو مثلا دست داده، حالا یه شوخی کرد که واقعا سر بیشوری آدم میزنم نباید با ظاهر کسی اینطوری شوخی کنه، ولی به هر حال هر چقدر بیشوری شوهره نباید باشه بره بزنه تو دهنمون یکی مجریه روی صحنه و اینطوری تحقیرش کنه. این خیلی حس بدیه، خیلی زشته، یعنی عمل بیشوری رو مگه با بیشوری جواب میدم؟ خیلی صحنه عجیبی بود بچه ها. خلاصه شما بگید راجبش چی فکر کنید، آیا شما بهش حق میدید یا نه؟ صحنه عجیبی بود دیگه، یه لحظه مثلا. و خب قضیه خانومش هم خیلی قدیمیه، خانومش مثلا سالها درگیر این بیماریه. عجیب بود دیگه مثلا که پاشه یه نفر به روی صحنه چنین خشونتی به خرج بده، به نظرم خیلی زشته. برای یه بازیگر باید، یه بازیگر باید بیشتر بتونه خودش رو کنترل کنه، خیلی زود درگیر خشونت فیزیکی نشه، میتونه خیلی پیامدهای بدی داشته باشه. خب من اولین کدوها رو اضافه کنم به
بخوره. الان کنم دوبرش هم بریزم. بچه دیروز بعد از آرایشگاه رفتیم یه رستوران که نزدیک خونمونه و سوپ داره، اصلا کلن به اسم سوپ معروفه. چه رستوران خوبیه، از این رستوران محلی هاییه که تو ویدیوی قبلی بهتون گفتم من و مشتبه خیلی دوست داریم، از این محلی خوبی داره. بعد هر جا که میریم خب معمولا یه غذای جدیدی هم مثلا داره که اون روز درست کرده، از غذای محلی شهرهای دیگه ترکیه. خلاص تو دیروز که رفتیم دیدم یه غذایی داره به نام سبزلی کفته که خیلی خوشم اومد ازش گرفتم و باحال بود. بچه اونم بهتون بگم، اونم باید جزو چیزایی که میتونید درست کنید اگر دوست دارید و لذت ببرید. بذارید اول بهتون نشون بدم چه شکلیه. این رستورانی که نزدیک خونمون ما میایم همیشه سوپ توش میخوریم. امروز این غذا دیدم جدیده، سبزلی کفته. اینو گرفتم. مشتبهم کفته گرفته ولی هنوز نیومده. منتظره. آقا جان قدیت میگه کفته. کفته بعد بگی دیگه، درستش اینه. اگه میخوای لهجه دارشی باید لهجه دار حرف بزنی. اینه تو براد بیاراست. اینم غذای آره مشتبه از اون رستوران محلیه که ما دوست داریم. تو اپیزود قبل بهتون گفتم رستوران محلی ما خوشمون میاد. خب همین کاری که دیدید درست کردنش هم راحته. گوشت چرخ کرده است که مثل گوشت قلقلی درستش میکنید. ما های گوشت قلقلی های مقداری سایزشون بزرگتره دیگه، توپ های گنده تری هستن و حالا با هر ادویه که دوست داشتید میرید سراغش. بعد توی آبش هم که روب یا گوجه فرنگی داره، سیب زمینی کوچیک داره، هویج کوچیک داره و این نخود فرنگی زده بود، این نخود سبز ریخته بود. من زیاد نخود سبز حقیقتا خودم دوست ندارم، اینکه که غذامون به زور خوردم. ولی چیزای دیگه هم میشه زد، مثلا اگه من بخوام این غذا رو درست کنم با لوبیا سبز درستش میکنم، فکر میکنم خوشمزه سر باشه. خیلی غذای خوشمزه بود، خیلی حالت خوراک مانندی داشت، مثلا مخصوصا واسه شب و خیلی خوشمزه بود. غذای مشتبه هم یه جور کفته دیگه بود که اونم خیلی خوشمزه بود. مشتبه مشغول این بود که چوب روی تراسمون رو داشت دوباره روغن کاری میکرد. من الان اومد پایین چون خسته شدم. یعنی میخوام بهتون بگم چقدر رنگش رفته بود، آفتاب بهش میخوره رنگش میره، هی باید روغن بهش بزنی، یه جور روغن مخصوص خودش چوبشه. دیروز داشتم این فیلم چیز رو میدیدم، لابو دیدید Inventing Anna، که در مورد یکی از این مثلا کلاهبرداری های فضای مجازیه. حالا من تا آخرش هنوز ندیدم، نمیدونم واقعا کلاهبرداری بوده یا نه، ولی مثلا یه شخصیتی داره دختره که هویت جعلی برای خودش ساخته و با اون هویت تونسته یه سری پولا به دست بیاره، یه سری مثلا پیشرفت‌ها رو داشته باشه و اینجور چیزا. بعد چیزی که حالا برام جالب بود غیر از این داستانش این بود که همون اول ماجرا، خب ما توی فیلم نامه به همون میگه این آدم دوست کلا برداره، کار بعدی کرده. ولی جالبه که وقتی داستان میره سمت این که مثلا یه خبرنگاری میره که بیشتر با این حرف بزنه، داستانو بیشتر کشف کنه، از همون دقایق ابتدایی تو متوجه میشی که رفتی طرف آنا، یعنی دلت میخواد آنا قصه رو ببره، با اینکه اصلا داستان به تو گفته این آدم کلا برداره. قضیه که تو مانی هایست هم پیش میاد، اگه دیده باشید سریالو، مثلا سریال سرقت از بانک های مهم و اینجور چیزاست، ولی تو دلت با اون سارقینه، دلت میخواد که سارقین برندشن. خیلی این مسئله جالبیه بچه ها، واقعا به نظرم خیلی مهمه که آدم بهش فکر کنه. یعنی باعث میشه که آدم وقتی بهش فکر کنه باعث میشه که خیلی به قضاوتهای خودش مطمئن نباشه، چون خیلی راحت قضاوتهای آدم تحت تأثیر چیزای محیطی قرار میگیره. خیلی وقتا ممکنه ما با یه نفر
دشمن شیم، در صورتی که اصلا اون دشمن ما نیست. ما فقط تحت تاثیر قضاوت‌های محیطی و حال خودمون چیزهای مختلفیم. واقعا قضاوت خیلی خیلی میتونه اشتباه باشه راجع به یه چیزی. و خیلی آدم نباید خلاصه به احساسات خیلی تندی که راجع به یه سری اشخاص داره اعتماد کنه به نظر. بچه یکی کامنت گذاشته بود واسم، کامنت جالبی بود صبح دیدم، نوشته بود که یه سوالی دارم ازتون، شما و آقا مشتبه من بینم همش کنار همین و همه تفریحاتتون هم با همه، حتی آرایشگاه هم با هم میرین، چطوری؟ مثلا من اگه بخوام ازدواج کنم یکی از ترسام همینه که چیز میخوام، فضای خصوصی میخوام، چیکار کنم مثلا فضای خصوصی داشته باشم و اینا؟ من چیه؟ و وقتی تو خونه با هم دیگه کار بکنن این شرایط پیش میاد که الان خیلی کم پیش میاد، یعنی کسی مثل من تو هر دو تو خونه کار کنن همیشه شما آره هم کار باشن و اینجور چیزا، ولی حالا جدای از اینا حتی ما فضل دوستی داریم. همین رو میخوام بگم، اصلا من جوابم بهش همین بود، جوابم این بود که حواست باشه که تو داری یک بخش از فضای زندگی ما رو میبینی، همش رو نمیبینی. این چیزیه که تو فضای مجازی همش آدم باید به خودش یادآوری. داشتم بهش همینو میگفتم، گفتم تو یه بخشی رو داری میبینی، من یه بخش خصوصی دارم برای خودم که دوست دارم تنها باشم توش، دوست ندارم با هیچکی شیرش کنم، نه با مشتبه نه با مخاطبم. توی اونا که من نمیام فیلم و استوری بگیرم، تو اونا من تنها دوربینم کناره، دارم کار خودم انجام میدم و خب من و مشتبه خیلی اتفاقا می تایم خودمون رو داریم. بعد داشتم گفتم که براش نوشتم که غیر از این که حالا ما فضای خصوصی خودمونو داریم، یعنی هر کس برای خودش، درسته کارهای مشترکمونم زیاده، ولی غیر از اون خب مثلا من فیلمایی رو میبینم که خودم میبینم دوست دارم، میرم تو لپتاپ خودم میشنم فیلم میبینم، مشتبه کلا یه سری از ساعات روزو داره انیمه میبینه برای خودش و اینا جدا از همه، یا مشتبه بازی آنلاین میکنه، من میرم مثلا ترکی میخونم، کتاب میخونم، شطرنج بازی میکنم، هر چی، اینا جداست از هم دیگه. ولی داشتم در انتها بهش میگفتم که ازدواج یه قرارداده، خیلی نباید به ازدواج‌های دیگران نگاه کرد و فکر کرد که مثلا یه الگوریتم و یه آیه وجود داره. من میبینم بعضی وقتا خیلی مانیفست میدن که مثلا ازدواجی موفقه که توش سفر تنهایی بری مثلا، یا ازدواجی موفقه که همیشه سفراتو با هم بری. از اینجور مانیفست‌ها به نظرم همشون افراطیان. به نظر اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. ازدواج یه قرارداد بین اون دو نفره، یعنی این قرارداد میتونه تغییر کنه بر اساس شخصیت اون دو نفر. اگه اون دو نفر حس کنن که به سفر تنهایی احتیاج دارن، باید حتما انجامش بدن. اگه حس کنن همش دوست دارن با هم سفر برن، حتما با هم سفر برن. میدونی این قرارداد دو نفره است، ربطی به بقیه و ازدواجای بقیه نداره واقعا. مهم اینه که همیشه گفتگو در جریان باشه که این قرارداد بتونه حفظ بشه. امروز رفتم ابزار فروشی که روغن چوبو بخرم، بعد یه چیزی میخواستم نداشت، گفت برو این کوچه بغل میتونی پیداش بکنی. بعد یه دونه سویشرت قرمز رو لباسم پوشیده بودم، وارد کوچه که شدم 4-5 تا سگ بودن که خیلی بزرگ بودن، یکیشون وایساده بود، دو تا نشسته بودن، بعد یه دونه که کوچیک‌تر بود اون ته یه دفعه بلند شد با تمام وجود به سمتم دوید، پارس کرد که قشنگ، یعنی داشت میومد که گاز بگیره یا همچین کاری. بعد 3-4 تا آدم دیگه که اونجا بودن، کارمنده یعنی مغازه‌ای بودن میشناختن اینا رو، سریع دعواش کردن و اینا پریدن جلوش گرفتن جلوش. بعد داشتم فکر می‌کردم که چی شد که به من گیر دادن، یادم اومد که یه بار دیگه رفته بودم یه جایی که اسب بود، صاحب اونجا به من گفتش که این تیشرت تو، این سویشرت تو در رو. فهمیدم که کلن رنگ قرمز به حیوان ریاکشن میده، حالا مثلا تو اسبا باعث میشه که رم بکنه، یا توی سگا باعث میشه فکر کنه خطره، و اینکه حواستون باشه یه جایی که میرید که خیلی حیوانایی هستن که ممکنه تحریک بشن، این لباس قرمز خیلی تحریکشون میکنه. خلاصه اینکه قلبم اومده بود تو دهنم واقعا، چون اون سگی که بهم حمله میکرد اوکی بود، کوچیک بود، ولی اون پشتیباناش واقعا ترسناک بود، این سگای گنده و عظیمی بود، هیچی نمیستم چیکار کنم، رفتم چسبیدم به دیوار. یاد خاطره بابام افتادم، بابام کوچولو که بوده داشته میرفته مدرسه، بعد تو
توی اون کوچه‌ای که بعد رد می‌شده تا برسه به مدرسه‌اش، یهو وارد که شده دیده یه سگ خیلی گنده نشسته. بابا میگه من خیلی ترسیده بودم، نمی‌دونستم چیکار کنم، باید می‌رفتم مدرسه، دیرم شده بود. بعد میگه همینطوری آروم آروم رفتم سمتش و اینجوری همینجوری هم بهش نگاه می‌کردم. یه بهش که رسیدم یهو ناخودآگاه گفتم سلام. میگه معلمش میگه سگم یه نگاه عاقلاندر صفی به من کرد و رفت. خیلی قشنگه. بچه ها زیبایی این خورش رو بهتون نشون بدم. الان که گلجش داره ازش میشه خیلی خوشگل داره میشه. مشتبه هم میخواد الان تعدیق بزنه که این باز خودش یه زیبایی محصن. این نوراش خیلی ترکیده، کولاژ میشه یه ذره. نه دیگه کولاژیه. تو بیس کار کن. کولاژ نیست؟ چرا؟ خوب بیس بکنم بیشتر بخوره کنش. آخه یک سبک نقاشیه نه. کولاژ این تیکای مختلف با هم زنم نه یکی رو کنم. نه یکی نیست، تیکای هم خرفی نیست. بین علما اختلاف. حالا در داستان این سگا که میگم، یادداره تولد پارسال من اسکوتر خرید و این اسکوتر هم جزو خط قرمز سگاست. کلا تو خیابون با اسکوتر رد میشی فکر میکنم نمیدونم یه چیز ناشناسی هست و اینا، خیلی تحریک میشم. بعد جاهایی که من میرسم به چند تا سگ هستن، اسکوتر رو پیاده میشم، سلام میکنی، سلام میزنم، پس چشوشش نمیشه باشون بشی، رد میشم و یعنی قاطی میکنم. بچه ها ببینید همسایه‌مون واسه همون چیا برده. این همسایه‌مون راضیه خانم، راضیه خانم و دخترش که گفتم دفعه رفتیم دیدنشون، خیلی آدم های نایسی. این یه جور گفت کباب یا کوفته ویگنه، خیلی خوشگله، بریم ببینیم حالا چه مزه ایه. چند چندیم؟ پنج سه. پنج من زور باختی نه؟ آره، هست دیگه هم گرفتن دفعه هم میبازی نه؟ نه، دفعه هم میبازی نه؟ فکر نمیکنم. آخه، این دیسکاور ده تک اولا. بچه ها مرسی که توی این ویدیو هم همراه من بودید. خیلی خوابم یاد سریع واسته هست و یه 3 ساعتی کار کردم و واقعا خستم، دیگه برم بخوابم، برم سمت خواب. مرسی ازتون که بودید، ممنون که کامنت میذارید و ممنون که با من در ارتباطید. شبتون بخیر.